سلام، دوباره تقدیم میکنیم در بخش سرخط برنامه بامداد هستیم. امروز مهمان ما هم جناب ذبیح‌الله دایم هستند، مشاور حقوقی و آگاهی عامه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر اینجا با ما هستند. در رابطه با روز جهانی مواد مخدر میخوایم صحبت بکنیم. اگر شما هم سوالی دارین، دیدگاه نظر، و ما هم منتظر هستیم، میتونین که دیدگاه و نظرتان با ما شریک بسازین. خط ارتباطی 86-56 هستن. آقای دایم سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدید. تشکر، سلامت باشید. بین میخوایم که از دنیای عکس صحبت را آغاز بکنیم، از نمایشگاه عکسی که از طرف وزارت مبارزه علیه مواد مخدر امروز یک نمایشگاه قرار است که برگزار شود. تشکر، ما در نخست سلام های خود خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیونتان تقدیم میکنم. سال گذشته نظر به هدایت رئیس به جمهور، هفته بسیج ملی یافته عمومی در رابطه با مبارزه علیه مواد مخدر در تقویم افغانستان گنجانده شد که در هفته بسیج تمام وزارت های دولت جمهوری اسلامی افغانستان مکلف هستند تا در این هفته یک روز در رابطه با مبارزه علیه مواد مخدر اختصاص بدن. که ما برنامه مختلف داریم، از روز دوشنبه آغاز شد رسما رئیس به اجرایه دکتر سیف عبدالله عبدالله روز جهانی مبارزه علیه مواد مخدر افتتاح کردند و آغاز شد و این هفته دوام داره. ما امروز با همکاری قوی عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر یا CGTF یک برنامه داریم در باغ بابر که به سه کمرمن یا سه عکاس برتره که در جریان سال گذشته در رابطه با مواد مخدر کارکردهای بهتر داشتند و عکس‌های بهتر گرفته بودند مورد تقدیر و تعریف برشان داده میشه. متاسفانه براتون بگویم که یکی از کاندیدا یا یکی از ژورنالیست‌های موفقی که به حساب تعریف برشان داده میشد و برنده بودند در این برنامه ما شهید آنزای است. متاسفانه در بین ما شما نیست، اما عکس های یا برنامه هایی را که در جریان سال گذشته داشتند موفق شدند که امو کار کردشان مورد تقدیر قرار بگیره. ما برنامه مختلف داریم. ما فردا در ولایت کاپیسا یک برنامه بایسکل رانی داریم که بانوان هم اشتراک دارند. در ولایت ننګرهار ما برنامه داریم. تقریبا در 34 ولایت ما در می هفته برنامه های آگاهی عامه و برنامه های داریم تا مردم از اسرار و عواقب ناگوار مواد مخدر آگاه بسازند. بله، و این نمایشگاه که هست برای چند روز است؟ نمایشگاه عکس امروز است. امروز فقط یک روز است. بله بله بله. و می خواهیم که بیم در رابطه با ای که بنو عظیمی گفتن که افغانستان بیش از 80% تریاک جهان تولید میکنن و گفته میشه که امکنون افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان به شمار میاد. میخوایم در رابطه با امی هم اشاره داشته باشیم. ببینید، چالش مواد مخدر یک چالش جهانی است. دولت افغانستان و ملت افغانستان قربانی پیدا شده. بله. 80% یا بیشتر از 80% مواد مخدر جهان در افغانستان تولید میشه و کمتر از 10% در حدود 5% ازی در داخل افغانستان، متبقی تمام ازی در بیرون از کشور، در بیرون از مرزهای افغانستان، در کشورهای مختلف به مصرف میرسه که عواید سرسام آور را به مافیایی که در منطقه و بیرون از منطقه است به وا میرسه. تا زمانی که یک تعهد جدی در منطقه و فرا منطقه در این راستا به میان نبیه، مشکل است که تنها دولت افغانستان و نهادهای یا وزارتهایی که در این راستا کار میکنن دستاورد داشته باشه. بله. آقای عظیمی، چطور میتونیم برنامه آگاهی دهی داشته باشیم برای مردم در رابطه با اسرار مواد مخدر، کشت مواد مخدر؟ ببینین، افغانستان یک کشور اسلامی است و صحبت های علمای ما تاثیر بسیار مستقیم و مثبت داره و نقش کلیدی را اینا بازی میکنه. 100%. ما برنامه داریم تا از طریق علما ما پیام رسانی کنیم به مردم و خصوصا به دیاقینه که دست به کشت کوکنار میزنن، چون خود از این کشت، از این تولید، از این و استفاده از این از نقطه نظر شرعی و دینی مطلقا حرام است. در این رابطه حدیث شریف وجود داره، آیات متعدد در این راستا وجود داره، در این رابطه وجود داره که نصر سری است که به حساب حرام ساخته استفاده و انتقال و همه چیز از این مواد مخدره.
دیگه ما امیدوار هستم تا علمای ما در این راستا گام های جدی بردارن تا بتوانیم از طریق مساجد، منابر ما پیام های مثبت را در راستای مبارزه با مواد مخدر داشته باشیم تا دیاقین ما نه تنها از نقطه نظر صحی که بر از یاد ضرر میرسانه، از نقطه نظر اجتماعی و خصوصا از نقطه نظر شرعی می آگاهی پیدا کنند و خودشان دست از کشت کوکنار برند. مسئله دوم جوان هاست، ورزشکار هاست، ما از طریق ورزشکار ها پیام های داریم. با برنامه ورزشی میتونیم مبارزه خوب بکنیم به نظر؟ طبعا، چون یک فرد صحتمند تاثیر مثبت داره در جامعه خود. شخصی که ورزش میکنه با شخصی که معتاد است هیچ وقت ما شما مقایسه کرده نمیتونیم. شخصی ورزشکار شخصی است که مفید است با جامعه خود، با محیط خود، با خانواده خود. اما فردی که آغشته به اعتیاد است نه تنها با فامیل خود ضرر میرسانه، بلکه با محیط خود، با جامعه خود، حتی با اقتصاد کشور خود ضرر میرسانه. ما میتونیم از طریق جوانایی که ورزشکار هستند ما پیامایی داشته باشیم که در این هفته خوشبختانه ما برنامه های مختلف داریم، برنامه های بایسکل رانی داریم و برنامه های دیگه ایم روی دست است تا بتوانیم از طریق ورزشکارا و جوانان پیام های خود و مردم برسایم تا دست از کشت کوکنار و استفاده از آن بردارن. تعهد آقای عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در این روز چی بود برای شما و برای مردم افغانستان؟ دکتر سب عبدالله یک نگرانی های جدی شانی بود که تقریبا 80% مواد مخدری که در افغانستان تولید میشه بیشتر از این در ساحات ناهمد تولید میشه. یکی از علتهای افزایش هم امین ناامنی است. طبعا یکی از علتهای عمده افزایش کشت کوکنار در افغانستان ناامنی است و توجه دکتر صاحب عبدالله به این بود که ما بتوانیم یک صلح عمومی را در افغانستان به میان بیاریم. طبعا زمانی که در سر تا سر کشور یک صلح دائمی و پایدار به میان بیاید ما متیقن هستیم که خود مردم دست از کشت کوکنار بر می دارن. چون بیشترین مواد حدود یک ماه قبل یک سروی را به نشر رساندیم که ارتباط دیاقین با کشت کوکنار مشخص ساخته بودیم. بیشترین دیاقین را که ما سروی کردیم در سروی صحبت که شده بود با دیاقین با سه کتگوری یا این پول کوکنار را که یا به دست می آوردن یا پول تریاک را که به فروش می رساندن در قسمت تهیه غذا به فامیل خود، در قسمت قرضداریایی که از قبل بالاشان باقی مانده بود و در قسمت تداوی که مریض و مریضداری که داشتن به او مصرف می رساند حدود 60-67% دیاقین پول را که به دست می آوردن دمی راستا به مصرف می رساند. بله، قاعده این سروی که انجام شد بیشتر در چند ولایت افغانستان بود و اونجا هم ارزیابی شد که چند فیصد از دیاقین دوامدار کوکنار کشت میکنن؟ در سروی حدود 46% دیاقین به شکل دوامدار و در طول چند سال گذشته یا دست به کشت کوکنار زده بودند. 54% دیگه از دیاقین به شکل وقفه‌ای کشت کوکنار داشتند. یک سال کشت کرده بودند، یک سال یا دو سال دست از کشت کوکنار برداشته بودند و دوباره رو به کشت کوکنار آورده بودند. در این سروی بیشترین آسیب پذیری را صفحات شمال ما داشت که از این 54% دیاقینه که به شکل وقفه‌ای کشت میکردن و جدیدن رو به کشت کوکنار آورده بودند حدود 25% از این صرف در صفحات شمال. اما در گذشته ها سمت شمال ما از ولایت هایی بودن که در بعضی از ولایت ها اونجا حتی صفر بود کشت کوکنار کشت مواد مخدر و هیچ نمیشه که اشاره بکنیم که نسبت به سال پار یا سالهای گذشته چند فیصد افزایش یافته کشت کوکنار در افغانستان؟ سروی را که ما در سال قبل به نشر رساندیم حدود 87% ما در تولید افزایش داشتیم و 63% در کشت نسبت به سال 2016 سال 2017 نسبت به سال 2016 ما افزایش داشتیم حدود 87% در تولید و 63% در قسمت کشت. اما سال 2018 هنوز زمان است که بعضی ولایت ها نشترزنیشان خلاص شده و محصولات تریاک را برداشتن، اما بعض ولایت ما در حالت تخریب است که در ولایت بدخشان تیم تخریب موجود داره. آیا حالا ولایتی است که کشت مواد مخدر اونجا به صفر رسیده باشه؟ طبعا ولایت لوگر، ولایت پکتیا، ولایت خوست، ولایت پکتیکا، ولایت پروان، ولایت بامیان ولایت هایی هستند که آرس کشت کوکنار است. پس به این ولایت ها هم
بودجه هم مد نظر گرفته شده مثل میدان های ورزشی و چیزهای دیگه برشون؟ طبعا بیشترین توجه ما به ولایت است که آسیب پذیر هستند. ما به ولایت های مختلف، ما به ولایت هلمند سال گذشته یک میدان ورزشی کرکت سنگ تعداب شماندیم. ما در ولایت مختلف جمنازیوم داریم، میدان ورزشی داریم، یا از کرکت یا از فوتبال و پروژه عامل منفی مختلف است تا بتوانیم مردم قناعت بتیم تا دست از کشکوکتار برده. خیدیم یک شورای هم برای وضعیت معتادین در کشور داشته باشیم. یکی از نگرانی های عمده وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افزایش روزافزون معتادین است در افغانستان. حدودا 3.5 میلیون معتاد در افغانستان و ظرفیت تداوی که ما در سال داریم 40,000 هیچ مقایسه نمیشه. و متاسفانه این 40,000 فردیم که در سال تداوی میشن حدودا در حدود 90% از یا دوباره رو به اعتیاد میارن، دوباره از مواد مخدر استفاده میکنن، یا از تریاک یا از هیروین یا از مشتقات تریاک. خود از یک از نگرانی های ماست. ما امیدوار هستیم تا بتوانیم از طریق آگاهی عامه و یا پیام رسانی از طریق مکاتب پانتونا و از طریق علمای ما مردم آگاه بسازیم از عواقب ناگوار استفاده از مواد مخدر. خیلی هم سپاسگزار هستیم آقای دایی. تشکر. خوش آمدید.